وضوح مشاهده کردید. مردانی متهم شدن به خشونت طلبی که روحشون از آب برکه لطیفتر و قلبشون از برگ گل نازکتر بود. من بین راه که می آمدم برادرمون آقای مصطفی، آقای مهندس چمران، دست نویس یادداشت های دست نویس شهید چمران رو که چاپ کردن اصلا نشون دادن. من به طور اتفاقی یک صفحه رو باز کردم، دیدم ایشون داره گزارش میکنه دردی رو که از دیدن ذبح یک گوسفند بهش دست داده. گوسفندی براش قربانی کردن و ایشان اونجا تو اون دست نویس توضیح میده که وقتی سر یک گوسفند رو میبریدن من فکر میکردم دارن سر من میبرن و احساس همدردی میکرد با گوسفندی که برای او دارن قربانی میکنن. یعنی کسی که دیدن دست و پا زدن یک گوسفند براش قابل تحمل نبود و اینطور با احساس راجع به دست و پا زدن یک گوسفند دو سه صفحه برداشته شعر نوشته، این چنین مردانی که اینها دستاوردهای بزرگ تاریخ اسلام و انسان هم، اینا کسانی هم که باید صده ها و هزاره ها بگذرد تا یه چنین انسان هایی به هم برسند و تربیت بشن و تحویل بشریت داده بشن. مردی که مجمع ریاضیات و عرفان و مسلسل بود، این سه تا چیزی که کاملا متعلق به سه مقوله جدا از هم هم، یه آدمی که در این حال که ریاضیدانه در این حال یه عارف آموزگار اخلاق. چمران قبل از اینکه برای ما یک چریک باشه همیشه تو ذهن ما و نسل ما یک معلم عرفان و اخلاق و معلم انسانیت بود. یک ریاضیدان، یک چریک و یک عارف، عارف سالک. اینا معجزات اسلام هم. ما چریک هامون تشنه به خون انسان نیستن. فرهنگ بسیجی، فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ آدم کشی و خونریزی و تشنه به خون آدم ها بودن و سادیزم آدم کشی داشتن نیست، فرهنگ مبارزه با آدم کشی است. اینا سلاح برداشتن برای که در برابر این فرهنگ منحط انسان کشی و تکنولوژی آدم کشی و فرهنگ آدم کشی که در غرب تئوریزه شد بایستن و مقاومت بکنن، و چون برای مقاومت راهی نبود جز دست به اسلحه بردن، دست به اسلحه بردن. یک چنین مردانی و یک چنین روح‌های بزرگی متهم شدن به خشونت و خشونت طلبی برای اینکه معتقد بودن در برابر ستم و بی‌عدالتی باید ایستاد و علی رغم میل باطنی و علی رغم روحیات شخصی خودشون دست به اسلحه می‌بردند و با در لحظه‌ای که حتی دشمن رو به خون می‌کشیدند و می‌کشتند و به رگبار می‌بستند احساس لذت از کشتن یک کسی ولو بدترین انسان‌ها نمی‌کردند. خشونتشون هم از سر رحمت بود و خشون اگر دست به اسلحه می بردن برای خدمت به انسانیت بود. این فرهنگ، فرهنگ آمادگی مطلق برای فداکاری و شهادت و فرهنگ جهاد برای عدالت، اینا فرهنگی است که امروز داره بمباران میشه در داخل و خارج برای اینکه چمران ها و مهدی باکری ها و حمید باکری ها در نسل آینده، در نسل شماها دیگه بار نیان. 10 سال دیگه چمران و باکری ها تبدیل بشن به افسانه، در حالی که اونا افسانه نبودن، انسان هایی بودن. حمید باکری از داخل همین دانشگاه تبریز بلند شده، میخوان تبدیلشون کنن اینها رو به مجسمه های مجرد سرد بیروح بی ارتباط با ما که فقط در موردشون حد اکثر شعری بگید و ازشون عبور بکنید، از اونها چیزی نیاموزید. نکته که امروز میخوام مزاحمتون بشم و وقت شریفتون رو بگیرم و قبلا عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خسته کننده نباشه، سخنیست که در تبیین اون نوک پیکان، همین نوک پیکانی عرض میکنم خدمتتون که متوجه فرهنگ جهاد و شهادت و ایثار و انفاق تو جامعه ما شده و در دهه آینده شما باید با این فرهنگ دست و پنجه نرم کنید، چون هدف مستقیم این فرهنگ تبلیغاتی شما ها هستید. وقتی ما از شهید سخن میگیم خود به خود مسئله آرمان و فضیلت مطرح میشه و جامعه آرمانی و مدینه فاضله به همین مناسبت موضوع سخن بنده است. در برابر اون مدینه فاضله‌ای که چمران ها و باکری ها برای او شهید شدند، یک
یوتوپیای مادی و ماتریالیستی غربی داره عرضه میشه، با عناوین مختلفی هم ازش نام برده میشه. من میخوام در این فرصت کوتاه او رو کالبد شکافی بکنم و نکاتی رو از بعضی از نظریه پردازان برجسته این مکتب در جهان به اختصار یادداشت کردم که برای اینکه چیزی به اونها از طرف خود نسبت نداده باشم بعضی عباراتشون رو عیناً براتون قرائت میکنم تا بدانید که امروز شما با چه فرهنگی در نقطه مقابل فرهنگی که چمران و باکری رو تربیت کرد مواجه هستید. و میخوام با اجازه شما نکاتی راجع به تئوری مدینه فاضله از نوع غربی رو اینجا به بحث بگذارم و بعد توضیح بدم که در کنار جامعه درخواستی ما، یعنی جامعه خواستنی و ایدئال اسلامی که این بچه ها برای استقرار اون شهید شدند، هیچ چه جامعه نخواستنی هست در برابر این جامعه و در برابر مدینه فاضله ما و شهدای ما کدام مدینه رزالت و زلالت قرار گرفته و داره تبلیغ و تئوریزه و ترویج میشه تو این جامعه. و برادران ما تأکید بکنیم که شهید نشدند برای اینکه این نوع مدینه، یعنی سیویل سوسایتی، جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری در این کشور مستقر بشه و این کل مفاد سخنان و عرایض امروز بنده است. مدینه فاضله باید دست کم دو شرط داشته باشه. اولا باید درست باشه و معقول و مشروع. ثانیا باید ممکن باشه و شدنی. قبل از اینکه بپرسیم آیا یک مدینه فاضله، تئوری یک جامعه خواستنی و درخواستی به اصطلاح شدنی هست یا نیست، ممکن هست یا نیست، ابتدا باید سوال کرد از وجه درستی یا نادرستی اون تئوری. ما با قطع نظر از اینکه یه ایدئولوژی، یه ایده عملی هست یا نیست، ابتدا باید در مورد درست بودن یا نبودن اون به یک نتیجه روشنی برسیم. این نکته برخلاف نظریه جریان‌های عملزده و پراگماتیست‌ها در دنیا که میگن ما اصلاً به حقانیت و بطلان هیچ ایده‌ای کار نداریم، ما به مفید بودن و عملی بودن فقط می‌اندیشیم. ما میگیم قبل از عملی بودن، البته عملی بودن کاملا مهمه و قبل از عملی، و توضیح هم اگر فرصت بشه خواهم داد که مدینه فاضله اسلامی تفاوت جوهریش با مدینه فاضله های از قرن 16 تا 19 و 20 است. مدینه فاضله باید دست کم دو شرط داشته باشه. اولا باید درست باشه و معقول و مشروع. ثانیاً باید ممکن باشه و شدنی. قبل از اینکه بپرسیم آیا یک مدینه فاضله، تئوری یک جامعه خواستنی و درخواستی به اصطلاح شدنی هست یا نیست، ممکن هست یا نیست، ابتدا باید سوال کرد از وجه درستی یا نادرستی اون تئوری. ما با قطع نظر از اینکه یه ایدئولوژی، یه ایده عملی هست یا نیست، ابتدا باید در مورد درست بودن یا نبودن اون به یک نتیجه روشنی برسیم. این نکته برخلاف نظریه جریان‌های عملزده و پراگماتیست‌ها در دنیا که میگن ما اصلاً به حقانیت و بطلان هیچ ایده‌ای کار نداریم، ما به مفید بودن و عملی بودن فقط می‌اندیشیم. ما میگیم قبل از عملی بودن، البته عملی بودن کاملاً مهمه و قبل از عملی، و توضیح هم اگر فرصت بشه خواهم داد که مدینه فاضله اسلامی تفاوت جوهریش با مدینه فاضله‌های از قرن 16 تا 19 و 20 غرب همینه که مدینه فاضله اسلامی عملی است، ممکنه، شدنی است، موضوعش انسان واقعی است. و این مدینه فاضله یه جامعه پشت ابرها نیست با آدمک‌های چوبی و مصنوعی که درش قدم بزنن بدون احساس، بدون اختلاف نظر، بدون درک شخصی، بدون فردیت و شخصیت فردی. چون این نیست. یکی از تفاوت‌های اساسی این مدینه با اون مدائن، با اون مدن به اصطلاح فاضله اوتوپیستی و ترجینی در همین نقطه هست. و فرق ما با جریان پراگماتیست و عملگرا همینه که ما معتقدیم یه مدینه فاضله قبل از اینکه نوبت به بحث از عملی بودن یا نبودنش بشود، بحث از درست بودن یا نبودنش باید صورت بگیره. در مرحله دوم بحث عملی بودن یا نبودن اون مدینه فاضله است. ما باید شعار یه جامعه رو بدیم که اون جامعه تحققش ممکن باشه به دست انسان‌ها. و این فرق